شهردار کرمان مکلف شد تا برای افزایش فرزندآوری در کرمان لایحهای را آماده و به شورای شهر بیاورد این پیشنهاد از سوی امینی رئیس کمیسیون حقوقی نظارت و ارزیابی شورای شهر در جلسه این هفته شورا مطرح شد جوانی جمعیت و مجلس داره بررسی میشه حالا چقدر اونا اساسی و واقعی هستن و حمایت ها سر جای خودش ولی ما میتونیم کارهای بکنیم حداقل در مورد پرسلونه ما در مورد پنسیلون میگم تز... مثلا مث... عرض میکنم این پیشنهاد از سمت شو... شهرداری باید بیاد که مبتنی بر توان مالی ما ما هر حرف... م... مجموعه شهر <applause> نه فرزند حتی دوم الان شما سوم میخواید بدید فرزند دوم تو مجموعه شهرداری که سوورد کمک به لاواز مثلا چه میدونم 30 میلیونی 50 میلیونی بهش داده بشه برد. پیشنهاد اختصاص اعتبار برای موضوعاتی خارج از مسائل شهری در حالی مطرح شده که بیشتر خود او از موضوع فروش زمین برای تامین نیمی از بودجه شهرداری انتقاد کرده بود تحت فرزندآوری البته آنطور که نایب رئیس شورای شهر میگوید قبلا مطرح شده و در حال بررسی در کمیسیون فرهنگی است این بسته های حمایتی رو به صورت جدی میخوایم انشالله این رو کمیسیون فرهنگی سکان خانم کردستانی و ارتباطی که میگن با شهرداری بتونن داشته باشن که ما این بسته رو هم به صورت خیلی جدی مطرح کنیم و بتونیم پیگیری کنیم شورای شهر در حالی به وسایل غیر شهری ورود کرده که حل موضوعاتی که ذاتا یکی از وظایف شهرداری است بر روی زمین مانده ابتدایی ترین موزل شهر ساماندهی سگهای های ولگرد است که حتی به گفته سخنگوی شورای شهر قریب به 70 درصد تماس ها و گلایه های مردم در سامانه 137 را به خود اختصاص داده. کمساری البته معتقد است که در این مورد شهرداری خیلی بیشتر از وظایفش عمل کرده و باید بقیه سازمان ها پای کار این حوزه شهرداری من به مردم عزیز کرمان اعلام کنم شهرداری خیلی بیشتر از اون که در حیطه وظایف و اختیاراتش بوده عمل کرده متاسفانه کمترین همکاری هم از سمت اداراتی که در اون جلسه متعهد شدند که در این خصوص برنامه ریزی رو داشته باشن صورت گرفته تمامی سازمان ها، ادارات، شهرداری، همه پای کار بیان سه سال دیگه نتیجه به صورت ملموس در شهر دیده میشه و اگر نیان سه سال دیگه هم به صورت ملموس جمعیت سگ های کرمان شد از خیلی از بله ده برابر آن. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید